نوار تازه فرمانده حسی به کوای مرکز. روایت از خشونت و جابجوی وزیرستانی ها در ولسپولیه درقد ولایت تخار از زبان حاجی ابراهیم درقدی. بینندگان گرامی درود و سلام بر شما. مشروع اخبار. روایت از خشونت و جابجوی وزیرستانی ها در ولسپولیه درقد تخار از زبان حاجی ابراهیم درقدی. شنبه پنجم اسد هنگام میخواستم به سوی زمین های شالی و باغ فدلی بروم، چند نفر سر راه هم قد کشیدند. آنها با موهای ژولیده، ریش های بلند، ابروهای تیره تیره و زبان آشنا هر کدام تفنگی بر دوش داشتند که مرا به اشاره به سوی خود فراخواند. در بهبوهای چند دقیقه با خود خلنجار رفتم که بروم یا دوباره برگردم به خانه. از جابجایی وزیرستانی های پاکستانی در هفته های اخیر در تخار و خشونت آنها با مردم بومی بارها شنیدم، ولی تصورم این نبود که امروز با آنها مواجه شوم. در چند متری مردان تفنگ به دست به سوی ما عجله می شتافتند تا اینکه نزدیک شدند و رنگ از رخسارم پرید و زبانم خشکید و چون چوب و خشک به جایم ساکن ماندم. یکی آنها که فارسی غلیظ صحبت میکرد دستش را گذاشت بر یخنم و گفت: مالک این زمین ها و تاکستان ها مایم و پس از این تمام اینجا مربوط به کسانی می شود که در 20 سال گذشته در برابر امریکایی ها و حکومت وقت جنگیدند و شما فرصت اندکی در اختیار دارید تا بسادتان برچیده و ترک منطقه کنید. من که هیچگاه این وضعیت به چشم دیده بودم و حتی در خواب بهش فکر نمی کردم و هیچ ذهنم یاری نمی کرد که در برابرشان چه باید گفت. در همین حالت سیلی آبدار برایم حواله شد و دنیا سرم چرخید و به زمین غلطیدم. پس از آن لگد و قنداق تفنگ به نوبت بر سرم فرود می آمد و هوش و حواسم از دست رفت. دقایق زیاد در بیهوشی و بیتابی بر زمین نقش شدم و همین که به هوش آمدم خون همه جا را گرفته بود و احساس ناتوانی و سرگنسی شدید داشتم. مردان تفنگ به دست دیگر نبودند و به طرف قشلاق پایینی راه در پیش گرفتند تا مردان آنجا را هم پیام ترک خانه و کاشانهشان بدهند. با تلاش های مضاعف و خسته و نشسته دوباره به خانه برگشتم. در درب ورودی خانه دیگر پاهایم فرمان برداری نمی کرد. ستاره دختر کوچک دوست داشتنیم که مصروف بازی طفلانه با همسایانانش بود در نزدیک درخت سیب خانه بود. چشمش به من افتاد و گریه کنان در بسویم آمد و دستان مهربانش را در گردنم حلق کرد و با چیخ و فریاد بلند پرداخت. همین که تن چیخ ستاره با آسمان کشید می شد اعصای خانواده و همسایه ها به نزدیکم می رسیدن و هر کدام پرسشی داشتن و دوست داشتن بدونند که چه اتفاقی ناگوار پیش آمده است. به مهمان خانه رفتم و همه کنارم حلقه زده بودند. یکی دستم را نوازش میکرد، دیگری چای سفارش میکرد و هر کی هر چیزی را. من که حالا کمی سرحال آمدم از یورش به زیرستانی ها و قریه و دوبایشان در خشلاق بالا و تصاحب زمین ها شادی و باغستان مردم گفتم، همه دل نگران شدند چه کاری از دستشان برمی آید. تا جلوی از دست رفتن همه دارایی های زندگی و آبایشان به دست وزیرستانی های پاکستانی بگیرم. در اخیر از بسیج عمومی و مبارزت آخرین رمحقشان در برابر وزیرستانی ها گفتند. این مصیبت و کوچ اجباری هفته هاست که در تخار رسوی متجاوزین وزیرستانی با کمک طالبان خوارج ادامه دارد. در یک خبر دیگر، نوار تازه صوتی فرمانده حسب قوای مرکز به دسترس ما قرار گرفته است که با هم یک جا میشنیم. مردم غور نور چشم ماست، تاج سر ماست. گذشته از همه استادگیه که در دوره جهاد و مقاومت در کنار قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود کده ما او را فراموش نمیکنیم. همون روز هم خدا شاهد است با اسیرهایشون بسیار یک برخورد انسانی و اسلامی کردیم. با زخمیهایشون کمک های اولیه را تطبیق کردیم. دیگه بسیار آبرومندانه و شرافتمندانه با رویه خوب و برخورد انسانی رخصتشان کردیم طرف ولایتشان. برشان گفتیم که او براده سرتان را در گریبانتان بکنه، شما چرا بدر حالی دست یک نوکرهای کشورهای بیگانه شده؟ ای اماراتی گروه چهل
ای خو بیادر ریه ای نه نماینده اسلام هست جز از اون بایره کلمه لا اله الا محمد رسول الله استفاده کده که الان ما اسلام هستیم هر کاری که دستشان میه میکنن یا گروه ترورست جاهل مزدور جنایتکار با هیچ قانون اسلامی و انسانی ها باوند نیستن چی گفته شما میریم زیر بایره قضی شما وظیفه میکنه چرا چوب سخت بیادر جور میکنه خدا چوب سخت مراد دیگه این رقم گبار ما برای شما گفتم باز آمازم این دوستم و برادرم که همراه خودت در تماس هست برای شما ازش خواهش که بگو بردر این مردم ها دیگه نموندشان در ایتجاه بر برای شما بگو بره در کنار فامیلتان زندگی خوش آرامتانه بکنه چرا همه تاریخی که شما در گذشته داشته یک تاریخ خوب داره مردم آخر یک مردم با فرهنگ هستن یک مردم هستن که تمدنشان ثبت تاریخ هست برای شما بگو بگو تاریختان خراب نکنه سلامت و بخیر باشی سیلاب صاحب و خدای پاک می سپارمت خداوند نگهدار از توجهتان جهان سپاس وقتتان خوش الله نگهدارتان